اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم سنای آمریکا لایحه‌ای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را تصویب کرد. در ایران یک هفته مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه‌های مختلف اصولگران نتوانستند در مورد ارائه یک فهرست مشترک از نامزدهایشان در تهران به توافق برسند. گزارشی داریم از گرفتاری‌های بارش بی سابقه برف در استان گیلان ایران 5 روز بعد از آغاز بارش. میشنویم از توافقی که بین طالبان آمریکا حاصل شده برای کاهش یک هفتهی خشونت‌ها در افغانستان. ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن از آغاز روندی قضایی برای محاکمه پرسنل نظامی مظنون به نقض قوانین بین‌المللی در این جنگ خبر داده و در بریتانیا وزیر دارایی استعفا کرده. پیش از همه اینا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. سنای آمریکا به طرح محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری در مورد شروع جنگ با ایران رأی داد. The yeas are 55, the nays are 45. The joint resolution as amended is passed. قطعنامه سنا حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه کنگره را از رئیس جمهوری آمریکا می‌گیرد. عده‌ای از نمایندگان جمهوری‌خواه سنا از این طرح حمایت کردند. این مصوبه به مجلس نمایندگان فرستاده شده تا آنجا هم تصویب شود. با این حال آقای ترامپ مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و گفته آن را وتو می‌کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از توقیف یک کشتی حامل سلاح‌های غیرقانونی در نزدیکی سواحل یمن خبر داد. در اطلاعیه سنتکام گفته شده سلاح‌ها ساخت ایران است. تاریخ دقیق توقیف این کشتی اعلام نشده. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. سنتکام گفت که 150 موشک ضد تانک دهلویه و 3 موشک زمین به هوا را در یک کشتی ضبط کرده که نسخه کپی برداری شده از موشک‌های روسی کورنت است. سنتکام گفت که این تسلیحات در ایران طراحی و تولید شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا که حیطه مسئولیتش شامل خاورمیانه می‌شود، همچنین مدعی شد که تسلیحات کشف شده برای حوثی‌های یمن فرستاده شده بود که ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده، اما بارها نقش خود در یمن را مستشاری توصیف کرده است. سازمان ملل متحد میگوید به دنبال افزایش حمله‌های نیروهای مورد حمایت دولت بشار اسد در شمال غرب سوریه، بیش از 800 هزار نفر در 3 ماه گذشته آواره شدند. به گفته این سازمان حدود 60% از آواره‌های استان ادلب و اطراف آن کودکند. تنها در 48 ساعت گذشته 10,000 نفر به خیل عظیم آواره‌ها اضافه شدند. ادلب آخرین سنگر در اختیار مخالفان رئیس جمهوری سوریه است. و ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری خواست تا از توییت کردن درباره پرونده‌های قضایی دست بردارد. او گفت توییت‌های آقای ترامپ کار کردن را برای او غیر ممکن کرده. آقای بار گفته کسی نمی‌تواند برای او قلدری کند، نه رئیس جمهور نه کنگره. دونالد ترامپ به تازگی انتقادهایش را درباره روند دادگاه راجر استون، دوست قدیمی و مشاور سابقش، از سر گرفته. آقای استون حدود 3 ماه پیش در 7 جرم از جمله دروغگویی به کنگره و جلوگیری از اجرای عدالت مجرم شناخته شد. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی جمعه 25 بهمن برابر با 14 فوریه خوش آمدید. برنامه رو با خبری از آمریکا شروع می‌کنیم. مجلس سنا قطعنامه‌ای را تصویب کرده که حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه کنگره را از رئیس جمهوری آن کشور می‌گیرد. این قطعنامه از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد نیروهای آمریکایی را درگیر نبرد با ایران نکند، مگر آنکه کنگره ابتدا اعلان جنگ کرده و یا مجوز مشخصی را برای استفاده از قوای نظامی علیه ایران تصویب کرده باشد. قطعنامه اختیارات جنگ حدود 6 هفته بعد از کشتن قاسم سلیمانی در عراق به دستور رئیس جمهوری آمریکا تصویب می‌شود، عملیاتی که بدون آگاهی کنگره انجام شده بود.
همکارم سینا علی نژاد که این خبر رو دنبال کرده الان در ارتباط مستقیم هست با ما. سلام سینا. جمهوری خواهان که همحزبی آقای ترامپ هستند در سنا از اکثریت برخوردارن. چطور شد که دموکرات ها موفق شدند که این طرح رو پیش ببرن و قطعنامه تصویب بشه؟ سلام جلال. بله، این قطعنامه 55-45 تصویب شد که به این معنی است که 8 جمهوری خواه به دموکرات ها پیوستن. همونطور که گفتی نمیگذاره که اقدام نظامی جدی علیه ایران صورت بگیره از طرف رئیس جمهور مگر اینکه از کنگره مجوز گرفته باشه. با این حال سناتورها امروز تاکید کردن در جلسه رأی‌گیری روز پنجشنبه که نمیخوان دست رئیس جمهور رو در اقدامات دفاعی حساس دفاعی ببندن در مورد حملات قریب الوقوع. اگر رئیس جمهور لازم میدونه که دست به اقدام نظامی بزنه، این قطعنامه مانع اون نوع اقدامات نمیشه. به هر حال درسته این طرحی است که اولا دموکرات ها بانیش هستن، سناتور دموکرات تیم کین تاییدش کرد، درست همون روزایی که عملیات در عراق علیه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه انجام شد و تنش‌ها به شدت بالا گرفت و در واقع ادامه استدلال دموکرات هاست و تلاش اونهاست که میگن آقای ترامپ با خروج از برجام و افزایش فشار بر ایران با تحریم ها دو کشور رو به طرف جنگ سوق داده و میخوان با چنین قطعنامه‌ای مانع بروز چنین حادثه‌ای بشن که میگن ممکنه به طور تصادفی پیش بیاد. اصطلاح دیگری که اونها داشتن در ماه‌های اخیر این بوده که اصولا کنگره در چند دهه اخیر اختیارات مربوط به جنگ رو به رئیس جمهور سپرده، در حالی که قوی قانون اساسی کشور اعلان جنگ رو به کنگره میسپاره. مسئله که آقای کین همین در بحث‌های امروز روز پنجشنبه بهش اشاره کرد. اما چه شد که جمهوری‌خواها به اونها پیوستن؟ باز مسئله به عملیات علیه قاسم سلیمانی برمیگرده. بعد از اون عملیات تعدادی از اعضای تیم امنیت ملی آمریکا اومدن در کنگره توضیحات ارائه کردن که توجیه کنن، ولی خیلی ها رو راضی نکرد، از جمله بعضی از جمهوری‌خواهان رو و حتی از اونها بودن که رفتار مقام های دولت رو توهین‌آمیز دونستن که گفتن اونها مثل ما با مثل بچه‌ها از ما میخوان که اصولا در این مورد بحث نکنیم و استراتژی دولت رو زیر سوال نبریم. ولی من اشاره بکنم که این قطعنامه دو سوم آرا رو کسب نکرده، بنابراین خطر به طور شخصی رئیس جمهور وجود داره. همچنان سینا، آقای ترامپ پیشتر از سنا خواسته بود که به این طرح رأی نده چون به گفته او پیامی حاکی از ضعف به تهران میفرسته. تازه ترین واکنش دولت چه بوده؟ بله، آقای ترامپ خیلی محکم اون رو حتی توهین‌آمیز دونست چنین رفتاری رو، چون گفتش که داشتن اختیارات جنگ در این شرایط با ایران برای امنیت ملی آمریکا به گفته او خیلی مهمه و من نقل می‌کنم، گفت ما داریم به پیشرفت‌های خوبی به ایران با ایران می‌رسیم و الان موقع نشان دادن ضعف نیست و حتی گفت خیلی از امریکایی‌ها در افکار عمومی از عملیات علیه قاسم سلیمانی حمایت می‌کنند. و در واکنش به قطعنامه روز پنجشنبه هم مشاوران کاخ سفید یک بیانیه رسمی صادر کردند و در آن اصولاً اساس فرضیه قطعنامه تازه رو زیر سوال بردن، گفتن چون اونها در حال جنگ با ایران نیستند، در حال عملیات استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نیستند و تاکید کردن که اگر این قطعنامه بعد از اینکه چون دوباره باید بره به مجلس نمایندگان و اگر عیناً اونجا دوباره تصویب بشه ممکنه برای رئیس جمهور ارسال بشه و گفتن اگر این اتفاق بیفته رئیس جمهور مسلماً اون رو وتو خواهد کرد و سناتور بر. ممنونم از سینا علی نژاد همکارم که با ما صحبت میکرد از آمریکا. اما برنامه رو با خبری داخلی از ایران ادامه بدهیم. یک هفته مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه‌های مختلف اصولگرا نتوانستند در مورد ارائه یک فهرست مشترک 30 نفره از نامزدهایشان در تهران به توافق برسند. جبهه پایداری انقلاب اسلامی، تشکیلات نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی از شورای ائتلاف در تهران انتقاد کرده که برخلاف توصیه‌ها و قواعد عقلی عمل می‌کند و فهرست مستقل خود را منتشر کرده بر همین اساس. مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هم خبر داده که فهرست مورد نظر آنها به زودی منتشر می‌شود. تبلیغات انتخاباتی نامزدها در انتخابات پیشروی مجلس رسما از دیروز آغاز شد. این در حالی است که داوطلبان نامزدی از جمله ده‌ها نامزد کنونی مجلس و چهره‌های اصلاح طلب به طور گسترده رد صلاحیت شدند.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به برنامه ما ملحق شدن تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای افشاری خیلی خوش آمدید. گفته شده که حضور محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران یکی از موارد اختلافی ظاهرا هست که مانع از ارائه فهرست واحد برای تهران از طرف اصولگرایان شده. ریشه مشکل گروه‌های اصولگرا چه هست؟ چرا نمیتونن به یک موضع واحد برسن؟ بله، این اتفاق مجدداً رخ داد تقریباً از مجلس هفتم به این طرف، حتی در انتخابات هایی که اصلاح طلبان خیلی امکان محدودی برای رقابت دارن، باز هم اصولگراها برخلاف ادعاها و تلاش های چند ماهه نتونستن به وحدت برسن و ما شاهد بودیم حداقل دو لیست در جریان رقابت های انتخاباتی از سوی این نیروهای این جریان معرفی شدن. این بار همین اختلاف میشه در چند ساعت دید. نخست به هر صورت یک نوع تفاوت گفتمانی و سیاسی، ولی اینکه چندان پردامنه نیست، ولی بین اونها وجود داره و باز دوباره میشه جریان حالا سنتی قدیمی یا نیروهای پراگماتیست مثل قالیباف تا حدی دید در برابر نیروهای تندرو و اصولگرایان جدید و کسانی که بیشتر اون دیدگاه‌های شعاری و پشت پرده ی آقای خامنه‌ای رو دنبال می‌کنن. خواهد در به طور مشخص مثلا مجلس دهم رو متهم می‌کردن که چرا برجام رو تصویب کرده و نماینده‌ها باید مخالفت می‌کردن چون رهبری به صراحت تایید خودش رو اعلام نکرده بود. اما جریان مقابل که در این به اصطلاح ائتلاف شورای نیروهای انقلاب هستن، به طور نسبی افراد با تجربه تر هستن و اون عنصر مصلحت اندیشی در دیدگاه رهبری رو مد نظر قرار میدن. اما فراتر از اونها یک جنگ قدرتی هم وجود داره. سهم‌خواهی ها هست، به هر صورت تعداد کرسی های مجلس محدوده، ولی افراد متقاضی در درون اصولگراها هم زیاد هستن، به خصوص نسل های جوان تر اونها که معتقدن برخی از قدیمی ها دیگه مسن‌تر از اون هستن که به سرا دیگه بخوان در صحنه باقی مونن، باید جا رو خالی بکنن برای داخلی ها و یه چیزی هم برای جوان ترها. و یه چیزی هم باید در نظر گرفت که الان مدت هاست و هر صورت به نظر میرسه با این هزینه های زیادی که برای تبلیغات انتخاباتی میشه، علی ظاهر به هر صورت نماینده شدن یک امتیازات مادی و همچنین شهرت سیاسی داره که برخی از این امتیازات مستقیم به دست میاد، برخی غیر مستقیم. و همین هم انگیزه هستش که خب شاهده این هستیم که تقاضا زیاد هست، خب کرسی ها هم به همه نمیرسه و این اختلافات هی ایجاد میشه که بار دیگه ثابت شد اون ادعای نهاد ولایت فقیه و اون چیزی که همیشه هم آقای خمینی مطرح میکرد، هم آقای خامنه ای، که میشه جنبه انتظایی داره عملی نیست که این نیروها رقابت هاشون رو کنار بذارن، جناها برن کنار، فقط یک جریان بشن پشت سر ولی فقیه. چنین اتفاقی نیفتاد و به طور مشخص سرلیسی یا ریاست مجلس یا آینده قالیباف هم یک مسئله چالشی هست الان در بین این گزینه‌های مختلف. یه نکته هم اضافه بکنم، برای اولین بار ما شاهد این هستیم که مداها هم در این انتخابات حضور پررنگ‌تری دارن و از حمایت از کاندیداها به جای رسیدن که خودشون یک فهرست انتخاباتی مستقل معرفی کردن که البته اشتراکاتی با لیست‌های دیگه داره. به طور ما این لیست حاج منصور عرضی منتشر کرده، پیش از اونم محمود کریمی با یک کلیپی که داده بود بیرون پایه دخالت سازمان یافته مداها رو به اصطلاح شکل داد که مدعی بود که مجلس باید نمایندگانی درش حضور پیدا کنن که مثل قاسم سلیمانی باشه. خب آقای افشاری، در این میان اصلاح طلبان هم که با رد صلاحیت گسترده مواجه هستند بدون لیست واحد در تهران وارد رقابت ها میشن. در این شرایط صحنه رقابت به نظر شما در دوم اسفند به چه شکلی خواهد بود و چه نتیجه میشه ازش انتظار داشت؟ ببینید، معمولا در انتخابات مجلس ما خارج از این به سر گروه های سیاسی یک جریان هم داشتیم که به اصطلاح نمایندگان منفرد بودن که در لیست‌های انتخاباتی گروه‌ها و احزاب نبودن. اینها از مجلس اول تا مجلس دهم همیشه بخشی از کرسی‌های مجلس به خودشون اختصاص دادن، میشه در شهرهای متوسط و کوچک بودن که نماینده انتخاب می‌شدن. بازم فکر می‌کنم رقابت اصلی بین این نماینده‌ها هست و به اصطلاح لیست‌های
متعلق به اصولگرایان. البته در برخی اوضاع ممکن اصلاح طلبان هم یک شان یا اعتدالی ها هم در شهرها شهرستان ها یک شانسایی رو داشته باشن، ولی در تهران و دیگر شهرهایی که فضای انتخابات خیلی سیاسی هست و احتمال برد اونها بسیار ضعیف هست. بنابراین باز هم رقابت بین منفرد ها خواهد بود و چهره های نامنشاندار اصولگرا. البته برخی از همین چهره های اصولگرایان مثل حسین شریعت مداری ابراز نگرانی کردن که این تشتت و تکثر لیست از سوی اصولگرایان باعث میشه که اونها به رقیب ببازن، ولی توضیح نداده که این رقیب چه کسی خواهد بود. البته در این دوره انتخابات هم ممکنه یک اتفاق جدیدی رخ بده، چون تا پیش از این فضا در شهرهای کوچک و حتی در برخی مثلا شهرهای متوسط در انتخابات مجلس سیاسی نبود، یا اینطور بشه گفت که سیاست مسئله اصلی نبود، مسائل محلی و بومی حرف اول رو میزد. ولی از سال 96 به بعد ما شاهد این هستیم که نارضایتی ها، تجمعات اعتراضی، حالا چه گسترده چه پراکنده، در این مناطق کشور به طور نسبی بیشتر از مراکز استانها و کلان شهرهایی مثل تهران بوده. بنابراین این بار هم ممکن استش که میل به شرکت در انتخابات هم در این مناطق که به لحاظ تاریخی حد نصاب شرکت بالایی داشتن هم با افت ملموسی مواجه بشه. در این صورت میشه گفت که همون طراحی که شورای نگهبان انجام داده احتمال تحقق بیشتری داره که شاهد این باشیم که عملا کرسی مجلس در اختیار چهره های اصولگرا قرار بگیره. ممنون از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از واشنگتن با ما صحبت می‌کردند. گرفتاری‌های بارش بی‌سابقه برف در استان گیلان ایران بعد از گذشت 5 روز ادامه دارد. سازمان هواشناسی ایران در اطلاعیه‌ای گفته که به دلیل افزایش نسبی دما، استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران با احتمال وقوع بهمن روبرو هستند. این اطلاعیه همچنین از ورود سامانه بارشی و بارش برف در شماری از استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی خبر داده و در آن گفته شده که بارش برف تا اواخر امروز در این استان‌ها ادامه دارد. در همین حال دادستانی از تشکیل پرونده برای مسئولان کمکار خبر داده. آب و برق ده‌ها هزار خانه در مناطق شهری روستایی همچنان قطع است و بسیاری از جاده‌ها هنوز باز نشدند. برف و بهمن در این استان شمالی ایران گیلان تا به حال دست کم 8 نفر را کشته و حدود 150 نفر را مصدوم کرده. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. برفی که از یک شنبه بارشان در استان گیلان شروع شد چند روز از زندگی شهروندان را مختل کرده. حجم برف به حدی است که در بعضی روستاها در اطراف رشت بعد از بیرون آمدن از خانه قدم برداشتن امکان پذیر نیست. همونطور که می‌بینید هیچ راهی به هیچ جامو باز نداریم. در لاهیجان و رودسر برف به 1 متر رسیده و در رشت هم تا 70 سانتی متر برف روی زمین نشسته. بارش های گسترده برف و در بخش های شمالی کشورمون همطور که پیش بینی شده بود و انتظار داشت. سازمان هواشناسی از هفته گذشته بارش شدید برف را پیش بینی کرده بود و در چند اطلاعیه گفته بود در استان گیلان از 70 تا 110 سانتی متر برف خواهد بارید. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم به مردم هشدار داده بود از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. خیلی از مردم این هشدارها را جدی نگرفتند و بدون تجهیزات زمستانی مثل زنجیره چرخ به جاده زدند. نتیجه این شد که بیشتر از 4000 ماشین در جاده ها ماندند. سراوان بدترین وضعیت را داشت. خیلی از مسافران هم پیاده مسیر را طی کردند. چند کیلومتر؟ یکی شب بودیم همونجا، هفت صبح هنوز ماشین حرکت داده نشده بود. توی سرمان داریم پیاده میتونیم. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری گفته میزان بارش برف در گیلان کمی بیشتر از پیشبینی های سازمان هواشناسی بوده، اما دستگاه های مربوطه خود را آماده کرده بودند. او تقصیر را به گردن حجم ماشین های ورودی از جاده قزوین به رشت انداخته و گفته وجود این ماشین ها باعث مسدود شدن راه ها شده. اما دادستان استان گیلان کمکاری بعضی از مسئولان را دلیل چنین وضعیتی دانسته و گفته مدیریت و فرماندهی واحد برای مقابله با بحران در استان گیلان نداریم، به طوری که هر کدام از بخش ها و دستگاه ها مستقل و به تنهایی کار می کنند. قطعا برای بعضی از مدیران کمکار استان پرونده تشکیل می شود. وزیر راه وعده داده استان گیلان به زودی از وضعیت بحرانی خارج شود. وزیر نیرو هم گفته آب و برق بخش قابل توجهی از مردم به زودی وصل خواهد شد. سر روزه جمع نه آب داریم نه برق.
همون چه باید بکنیم؟ که بزنیم؟ برق موقته، بچه کوچک داریم، وسیله گرمایی نداریم. بحران در استان گیلان همچنان ادامه دارد. سازمان هواشناسی نسبت به وقوع بهمن در ارتفاعات شمالی هشدار داده. پیش بینی شده در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز، قزوین و مازندران برف بیشتری ببارد. فرین عاصمی گزارش می‌داد. در اینجا از شما شنوندگان هم دعوت میکنم که اگر در مناطقی هستید که برف برایتان گرفتاری ایجاد کرده، از مشکلات و وضعیت خودتان برای ما بگویید. عملکرد مقامات و مسئولان را در کمک رسانی و رفع مشکلاتتان چطور ارزیابی میکنید؟ در مورد موضوعات دیگر هم اگر نظری دارید سعی میکنم در طول برنامه بخونم، مثلا در مورد انتخابات مجلس و اختلافات اصولگرایان و همینطور تصویب شدن لایحه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای هر گونه حمله به ایران. پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. بی بی سی شما در تلگرام، پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. برنامه رو با خبری بین المللی ادامه می دهیم. خبری مربوط به افغانستان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده و طالبان بر سر کاهش یک هفتگی خشونت‌ها در افغانستان به توافق رسیدند. مایک پومپئو این توافق را گامی در جهت خروج احتمالی سربازان آمریکایی از افغانستان توصیف کرد. ماهاست که گفتگوهایی درباره صلح افغانستان بین مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر جریان دارد، اما هنوز مذاکرات مستقیمی بین طالبان و دولت افغانستان برگزار نشده. ببرک احساس گزارش می‌دهد. نزدیک به 20 سال است که امریکا سرگرم سرکوب گروه طالبان بوده و این نخستین مورد از رسیدن دو طرف به یک توافق در پی مذاکرات طولانی است. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در گفتگو با خبرنگاران این توافق را دستیابی به موافقت مهم خواند، اما هشدار داد که هنوز توافق صلح حاصل نشده است. ما در طی چند روز گذشته پیشرفت واقعی داشته ایم. ما امیدواریم که بتوانیم به جای برسیم که شاهد کاهش چشمگیر خشونت ها باشیم، نه تنها بر روی یک ورق کاغذ، بلکه واقعا نشان دهیم که توانایی کاهش جدی خشونت در افغانستان را داریم. این پیچیده است و ما هنوز به آن نرسیدیم، و اگر به آن مرحله برسیم و بتوانیم آن وضعیت را برای مدت نگه داریم، ما به خوبی می توانیم بحث جدی را آغاز کنیم که هم افغان ها دور یک میز نشسته و بتوانند به آشتی واقعی دست یابند. پیش از این مارک سپیر وزیر دفاع امریکا نیز گفته بود با طالبان بر سر پیشنهاد کاهش یک هفته‌ای تنش ها به توافق رسیده. It is our view that 7 days for now is sufficient, but in all things our نظر ما این است که اکنون 7 روز کافی است، اما در همه چیز روی کرد ما به این روند مبتنی بر شرایط خواهد بود. بگذارید باز هم این را بگویم، مبتنی بر شرایط است. بنابراین این یک روند ارزیابی مستمر است که ما به جلو می رویم. اگر جلو برویم. هنوز معلوم نیست که این کاهش خشونت دارای چه جزئیات است. مارک سپر گفت که رسیدن به یک توافق سیاسی بهترین راه حل برای افغانستان است و پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده که به زودی اعلام خواهد شد. نمایندگان امریکا و طالبان در قطر قرار است به زودی بیانیه مشترک را در مورد جزئیات توافقنامه صلح امضا کنند. این در حال است که وزیر خارجه امریکا چند روز پیش در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران دولت افغانستان از پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مورد کاهش خشونت‌ها در مذاکرات صلح با طالبان خبر داد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان که در روزهای اخیر با طرح کاهش خشونت به شدت مخالفت می‌کرد، حالا ابراز امید کرده که این کاهش خشونت به صلح پایدار منجر شود. انتظار می رود با امضای این سند زمینه مذاکرات بین الافغانی فراهم شود و امریکا خروج قوایش از افغانستان را آغاز کند. مبرک احساس گزارش می داد.
ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن از آغاز روندی قضایی برای محاکمه پرسنل نظامی مظنون به نقض قوانین بین المللی در این جنگ خبر داده است. کارشناسان سازمان ملل میگویند ائتلاف تحت رهبری عربستان ممکن است مرتکب جنایات جنگی شده باشد. به گفته مقام های سازمان ملل تا سپتامبر سال 2019 یعنی حدود 5 ماه پیش حداقل 7500 غیر نظامی در یمن کشته شدند که اغلب آنها در حملات هوایی جان خود را از دست دادند. اکنون سرهنگ ترکی مالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن گفته پس از محاکمه ها و صدور آرا نتایج تحقیقات قضایی اعلام خواهد شد. هرچند کارشناسان سازمان ملل نسبت به استقلال واحد ایجاد شده برای پیگیری این روند قضایی ابراز تردید می‌کنند. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن بن آلمان. از او در مورد اهمیت آغاز این روند قضایی پرسیدم و اینکه آیا این نشانه ای تغییر رویکرد ائتلاف تحت رهبری عربستان به جنگ یمن است؟ سیگنال هایی رو که عربستان داره میفرسته با این تصمیمش، خب چند تا مخاطب داره. یکی میگه خب در آمریکا، کنگره آمریکا تقریبا از مارس سال گذشته، سال 2019، آقای ترامپ زیر فشار گذاشته بودن که به خاطر همین اقدامات عربستان سعودی نقض حقوق بشر در این کشور، جنایات جنگی و اینکه اجازه همکاری این وسعت رو در عرصه نظام عربستان سعودی نداره در جنگ یمن، باید قطع بکنن و در مقارن بسیار خیلی ضروری همکاری بکنه و صدا عربستان سعودی در عرصه نظام. یعنی یه فشاری از طرف کنگره بوده که آقای ترامپ وتو کرد، یعنی که هم سنا هم مجلس نمایندگان رای داده بودن به یک همچین قطعنامه. از اون بر خب با حوثی ها هم یک سری مذاکرات داره پیش میره. همین روز دوشنبه گذشته در پایتخت عمان، پایتخت اردن، تو عمان نشسته بودن مذاکره کردن برای تبادل زندانی ها و به نوعی مذاکره در پیش میره که عربستان به حوثی ها رو اونجا که ممکنه از ایران جدا بکنه، باشون روی توافقی برسه، یک مقداری به سلام تو میخواد نشانه از حسن نیت بفرسه. در این حال با توجه به اشاره به سازمان ملل گذاشته رو سر عربستان، این رو هم بالارای پیام به سازمان ملل هم میده که ما بی توجه نیستیم به اخطارا و هشدارا و گزارشا، منتها خب از اون برم میخواد به نوعی مسئله رو خودش حل بکنه و ما با توجه به پرونده آقای خاشقچی و اینکه نهایتاً چند تا مثلا عامل سطح پایین رو گرفتن و توی یک دادگاه غیر علنی محاکمه کردن و معلوم نشد آخرش چجوری این احکام صادر شده بدون وکیل، بدون هیچ نظارت بین المللی، به نظر میاد عربستان سعودی میخواد با یک همچین مثلا وضعیت یه دادگاهی احتمالاً تشکیل بده برای اینکه این پیام ها رو برسونه و مثبت رفتار مثبتی داشته باشه، در دست خودش بگیره و نمایشی از این برخورد رو در عرصه قضایی به مثلا منصه ظهور برسونه. منتها اینکه چقدر باورپذیر باشه در عرصه بین المللی باید دید. مدام مورد کار پرونده خاشقچی زومن صدا جنبه مثبتی به این تصمیم نمیده. حبیب حسینی فرد بود، روزنامه نگار و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن بن آلمان. چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن میشنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران. حالا طبق معمول جمعه ها همراه با مسعود بهنود نگاهی داریم به مجلات چاپ ایران. بررسی مجلات این هفته رو شروع بکنیم با ایران فردا و بعد بریم به سراغ فصلنامه ماهور. ایران فردا در روی جلد زیبایی که داره اشاره میکنه به تحولاتی که اتفاق افتاده در کشور در چند ماه گذشته و بعد در سرمقاله شورای سردبیری بحران کنونی و راه برون رفت رو مورد بررسی قرار میده. بعد یک تحلیلی هست از آقای علیرضا رجایی که معتقد است که چشمانداز آینده سیاسی ایران در کنار فشارهای نظام بین المللی و صورتبندی موازنه قوا در داخل حاکمیت تا حد زیادی و چه بسا در تحلیل نهایی به نحوه تکاملیابی هر دو سطح جنبش کشور بستگی داره. هنوز هیچ نیروی پیوند دهنده‌ای نتونسته که جنبش دانشجویی رو به فضای کلی پیوند بده
در این حال باید بدونیم که فقدان سازمان و تشخص رهبری در جنبش دانشجویی در برقراری چنین پیوندی ناکام مونده و اهمیت داره که این موضوع حل شه. اما باربود گلشیری در نوشته‌ای با عنوان شهروند هنرمند درباره موزه‌گیری هنرمندان درباره حوادث اخیر، یعنی اعتراضات آبان ماه و دروغ‌گویی‌های درباره سرنگونی هواپیمای غیرنظامی، به موزه‌گیری هنرمندان اشاره کرده. اون جای موضوع مهمی رو باز میکنه آقای گلشیری. معتقد است که موزه هنرمندانی که اخیراً اعتراض کرده اند یا از حضور در جشنواره انصراف داده اند، اعتراض به سرکوب مردم و به رسمیت نشناختن حق سوگواری بوده است. اغلبشون نوشتن که کنار مردم می ایستیم. پژمانفر هم گفته است این هنرمندان با مردم نیستند. اینجا عیان می‌بینیم که نیروی کار هنری ایدئولوژیک شده که ایدئولوژی او دال مردم رو به مدلولی سلب و نهایی کوک می‌زنه. سرانجام مقاله شهروند هنرمند به اینجا رسیده که تغییر حرکت از پایین به بالا رو میشه در بحث سوگواری پس گرفت. به خود حق می‌دهند که از بالا عزای عمومی اعلام کنند، تمام نمایشگاه ها اجراها تعطیل کنند، اما به هنرمند حق نمی دهند که از پایین سوگوار باشد یا به بیان دقیق تر سوگواریش را جار بزند. شهروند هنرمند نیز به حق سوگوار است و خشمگین از سرکوب و لاپوشانی. اینان نه کنار مردم سوگوار که همان مردم سوگوارند و آنگاه که تک به تک به هم می پیوندند و سوگوار بودنشان را بر زبان بیاورند و موضع بگیرند، می تونن از پایین اعلام عزا کنند و حق سوگواری را حق مسلم خودشون بدونند. اما بریم به سراغ ماهور، نشریه بسیار معتبر ماهور که این شماره هم مثل شماره های دیگرش به موسیقی اصیل ایرانی اختصاص داره و من همینطور که نگاه میکنم مقاله هست اول که البته ترجمه است، مقاله هست موسیقی درمانی در شرق تاجیکستان، تعدیل استراب و افسردگی با اجرای فلک. خب این مطلب خیلی مهمی است که ترجمه کرده ساسان فاطمی و بسیار مطلب جالبی هم هست. فعالیت موسیقایی و جایگاه اجتماعی بخشای شمال خراسان مطلب دیگه است. و بعد از اون میرسیم به مفاهیم بنیادین و گزارش‌ها. گزارش‌های خیلی جدیدی هست، از جمله ژاندورین که او را از پیش می‌شناسیم، ساز جدید پنج تار رو مطرح کرده است که موضوع اصولاً تازه است، یا به گوش ما که اهل فضل نیستیم تازه آمده است. بعد در بخش دیگه یادی کرده است از یاران بابک خضرایی درباره آن دهلوی که من دیدم و هومن دهلوی راجب میراث هنری حسین دهلوی نوشته است. و در این حال بخش گفتگوها یک مصاحبه‌ای با مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر دوره شاهنشاهی دارد که مهناز افخمی انجام داده و اون هم برای کسایی که دوست دارن چشمشون رو به تاریخ ایران و تاریخ واقعی باز نگه دارند جالبه. با هم نگاه گذرا کردیم به ایران فردا و ماهور. مسعود بهنود مجلات دیگری رو هم در نیمه دوم برنامه مرور میکنند. فعلا نگاهی بکنیم به سرخط اخبار مهم روز. مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه کنگره را از رئیس جمهوری آن کشور می‌گیرد. این مصوبه به مجلس نمایندگان فرستاده شده تا آنجا هم تصویب شود. با این حال آقای ترامپ گفته آن را وتو می‌کند. سازمان ملل متحد میگوید به دنبال افزایش حملات نیروهای مورد حمایت دولت بشار اسد در شمال غرب سوریه، بیش از 800 هزار نفر در 3 ماه گذشته آواره شدند. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده و طالبان بر سر کاهش 1 هفته‌ای خشونت‌ها در افغانستان به توافق رسیدند. و ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری خواسته که از توییت کردن درباره پرونده‌های قضایی دست بردارد. او گفت توییت‌های آقای ترامپ کار کردن را برای او غیر ممکن کرده. به میانه راه رسیدیم. ممنون که تا اینجای کار با ما بودید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از تازه‌ترین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا. می‌شنویم از استعفای غیرمنتظره وزیر دارایی بریتانیا و همینطور 75مین سالگرد بمباران شهر درستن آلمان در جنگ جهانی دوم، موضوع گزارشی است که در برنامه داریم. با ما باشید در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی.
سازمان بهداشت جهانی میگوید علارغم افزایش موارد سرایت ویروس کرونا در استان هوبه چین، موارد سرایت در خارج از مرزهای این کشور افزایش قابل توجهی نداشته است. به گفته این سازمان تنها مورد استثنا کشتی تفریحی است که در یک بندر ژاپن پهلو گرفته و در آن 44 مورد تازه از افراد ناقل ویروس گزارش شده است. این اعلام موضع سازمان بهداشت جهانی در حالی صورت گرفته که تعداد شناسایی شده افراد ناقل ویروس کرونا 14840 نفر اعلام شده و اغلب این موارد در هوبه چین بوده است. مقامات در استان هوبه چین میگویند در روز پنجشنبه 116 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. مهرنوش پورزیایی گزارش می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی میگوید تغییر چندانی در شکل گسترش ویروس کرونا، شدتش و نرخ مرگ و میر ناشی از آن صورت نگرفته. روز چهارشنبه مرگبارترین روز در هوبه چین گزارش شده. موارد مرگ و میر ناشی از ویروس خارج از مرزهای چین 447 نفر گزارش شده که به گفته مایک رایان، رئیس برنامه‌های درمان اضطراری سازمان بهداشت جهانی، در 24 کشور پراکنده بودند. مایک رایان از سازمان بهداشت جهانی گفته است: سازمان بهداشت جهانی توصیه های سیاست گذاری و کمک های فنی به تمام کشورها ارائه می کند. موضوعی نیست که ما از بعضی کشورها حمایت کنیم و از برخی دیگر نه. کار ما حمایت از تمام کشورهاست و در حال حاضر در تلاشیم که بفهمیم کدام کشورها دچار خلأهای جدی در ظرفیت‌های آزمایشگاهی خود هستند و یا توانایی ایزوله کردن بیماران و مدیریت 100 یا 1000 بیمار اولیه را ندارند. روز پنجشنبه ژاپن اولین مورد مرگ یک شهروند خود را نیز در اثر ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد. زنی 80 ساله که به گزارش رسانه‌های ژاپن در کاناگاوا جنوب شرق توکیو زندگی می‌کرده. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که ابتلای این زن به ویروس کرونا تنها پس از مرگ او تشخیص داده شده و هیچ رابطه مشخصی میان او و استان هوبه چین کانون سرایت این بیماری تا کنون پیدا نشده. روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا نیز از تأثیر احتمالی این ویروس در کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرد. کره شمالی هنوز هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا را گزارش نکرده، اما به دلیل عدم آزادی مطبوعات و محدودیت دسترسی مشخص نیست وضع سرایت این ویروس در کره شمالی چگونه است. همزمان سازمان صلیب سرخ بین المللی خواستار رفع تحریم از کره شمالی شده تا سازمان‌های امداد اجازه پیدا کنند مبالغی را برای خرید تجهیزات لازم به این کشور منتقل کنند. به گفته این سازمان نیاز فوری به کیت‌های آزمایشگاهی و لباس‌های محافظ برای کارکنان بخش بهداشت وجود دارد. دولت چین دو مقام ارشد در استان هوبه را چند ساعت بعد از اعلام آمار تازه ابتلا در این استان اخراج کرده. مایک رایان از سازمان بهداشت جهانی گفته است افزایش آمار مبتلایان در این استان نشان می‌دهد نحوه تشخیص بیماری در این منطقه تغییر کرده. به گفته او اغلب موارد گزارش شده به روزها و هفته‌های قبل باز می‌گردد. تنها استان هوبه چین که بیش از 80% مبتلایان چینی در آن قرار دارند، شیوه و معیارهای تازه‌ای برای تشخیص ابتلا به ویروس در پیش گرفته است. آقای رایان گفته است قرار است آخرین اعضای گروه سازمان بهداشت جهانی در 3 روز آینده به چین برسند تا تحقیقات خود را درباره کانون گسترش این بیماری آغاز کنند. مهنوش پورزیایی گزارش می‌داد. اما اینجا در بریتانیا وزیر دارایی دولت بوریس جانسون در اقدامی غیرمنتظره استعفا کرده. ساجد جاوید درست در زمانی کناره‌گیری کرد که نخست وزیر بریتانیا سرگرم ترمیم کابینه‌اش بود. آقای جاوید به عنوان وزیر دارایی دومین مقام بلندپایه کابینه بعد از نخست وزیر بود و انتظار می‌رفت که تا حدود 1 ماه دیگر اولین طرح بودجه‌اش را به پارلمان ببرد. استعفای آقای جاوید پس از آن انجام شد که او حاضر نشد مطابق دستور تیم مشاوران خود را اخراج کند. برای بررسی بیشتر این خبر ساعتی پیش گفتگویی داشتم با یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد. او در مورد دلیل و زمینه استعفای وزیر دارایی بریتانیا بیشتر به من توضیح داد. آقای ساجد جاوید و جانسون پیداست در رابطه با میزان بودجه‌ای که آقای جانسون می‌خواسته اختلاف نظرهایی داشتن. با این همه کوشش آقای جانسون در ظاهر حداقل
این نبوده که ایشان رو از کار برکنار. صبح دیروز اون چیزی که پیشنهاد شده به آقای جاوید این بوده که مشاوران ارشدش رو کنار بگذاره و در رابطه با برنامه‌های خزانه‌داری نزدیکتر با دفتر نخست وزیری شماره 10 داونینگ استریت و به طور مشخص مشاور عمده آقای جانسون آقای کامینگز همکاری‌هایی داشته باشه در رابطه با برنامه‌های خزانه‌داری. صحبت آقای جاوید اینه که اگر این شرایط را قبول می‌کرد عملاً وزیری بی اختیار بود، وزیری بود که تصمیم‌گیری‌ها در جای دیگه‌ای گرفته میشه و ایشان باید عمل بکنه. با این همه نباید کم دونست این رو، برای اینکه در این تغییر کابینه‌ای که بنا بود آرام صورت بگیره، این استعفا به نوعی تغییر و تحولی در این برنامه ایجاد کرده. و جانشین آقای ساجی جاوید هم آدم خیلی کم رتبه و کم تجربه ای انتخاب شده. از بقیه تغییرات در کابینه چی میشه فهمید؟ درست میگید که جانشینش 39 سالشه، تجربه زیادی نداره، ولی به نظر میاد در هم خط با شماره 10 داونینگ استریت، هم خط با آقای جانسون و خرج‌های زیادی رو که برنامه‌های گرانی رو که شاید جاوید مخالف اونها بود ایشان مدافعشونه. در تغییرات دیگه یکی از تغییرات مهم کنار گذاشتن وزیر ایرلند شمالیه. ایشان یکی از موفق ترین وزرای آقای جانسون بوده، کسی است که برای اولین بار در چند سال موفق شده پارلمان منطقه رو راه بندازه در ایرلند، یکی از مشکلات و معضلات دولت در چند سال اخیر. ولی پیداست که مخالفتش با برخی از سیاست‌های آقای جانسون شغلش باعث شده شغلش رو از دست بده. خانم اندریا لنسون که از هواداران جانسون بود، مدافع سرسخت برکسیت، و یک شنبه تهدید کرده بود که آقای جانسون نباید تعداد زیادی از زنان کابینه رو کنار بگذاره و گویا بهش این تضمین داده شده بود که شاید شغل خودش در خطر نیست، امروز از کار برکنار شد و از صحبت‌هایی که اینجا اونجا شده به نظر میاد راضی نیست از اینکه بیکار شده. و به طور کلی اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که هر کسی با آقای جانسون و مشخصا با مشاورش آقای کامینگز مخالفتی نشون داده برکنار شده. خیلی تعجب‌آوره که دو نفری که به نوعی میشه گفت از همه بیشتر مشکل دارند، آقای راب وزیر خارجه و خانم پریتی پاتل، که هر دوشون رو اگه یادتون باشه خانم تریزا می به نوعی بیکار برکنار کرد، یکی رو اخراج کرد آقای راب رو به خاطر که از درون کابینه توییت میکرد اسرار کابینه رو به خبرنگارا، و خانم پاتل رو به خاطر اینکه در سفری که بنا بود تعطیلات باشه در اسرائیل وارد مذاکراتی با نتانیاهو شده بود که عملا خانم می ازش خواست از افریقا برگرده سریع لندن و مجبورش کرد که استعفا بده. هر دو اینها سابقه خوبی ندارن و عجیبه که این دوتا موندن و وزرایی که شاید سابقه بهتری دارن کنار گذاشته شد. با یاسمین میزر گفتگو می کردم، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد. در 75 سالگرد بمباران شهر درستن آلمان توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، رئیس جمهوری آلمان در سخنانی علیه کسانی هشدار داده که به گفته او سعی در تحریف تاریخ و نابودسازی دموکراسی دارند. فرانک والتر شتاینمایر از شب وحشتناکی در شهر درستن سخن گفت که در جریان آن 25,000 نفر جان خود را از دست دادند و شهر هم به کلی ویران شد. او تأکید کرد که سوالاتی که در مورد اخلاقی بودن بمباران درستن وجود دارد هرگز نباید برای توجیه رفتار آلمان در جنگ جهانی دوم استفاده شود. او همه طرفداران دموکراسی را به غلبه بر نفرت و تعصب دعوت کرد. مرتضی رئیسی خبرنگار مستقل از بن آلمان گزارش می‌دهد.
گزارش هایی که از قربانیان زنده مانده بمباران هوایی متفقین به ویژه بریتانیا و آمریکا در درزدن آلمان منتشر شده، خاکی از یکی از خونبارترین و بیرحمانه ترین بمباران های زمان جنگ دوم جهانی در آلمان است که نه تنها 25,000 نفر کشته بر جای نهاده، بلکه تقریبا تمام شهر و آثار مهم دینی و هنری و فرهنگی آن ویران شده است. به همین مناسبت هر ساله در درستن مراسمی برگزار می شود تا نه تنها یادآور جنایات رژیم هیتلر باشد، بلکه با خاطره آثار ویران کننده بمباران درستن و البته شهرهای دیگر به مردم این کشور گوشزد شود که در اون زمان آلمان آغازگر چه دوران وحشتناکی بوده است. در مراسم 75 سال روز بمباران درزدن دیروز مراسم بزرگی در این شهر برگزار شد. در بمباران متفقین عمدتاً بریتانیا و آمریکا شرکت داشتند و از قول چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا آمده است که باید همه شهرهای آلمان با خاک یکسان شود تا این کشور دیگر هوس جنگ نکند. بمباران درزدن در روزهای 13 تا 15 سال 1945 انجام شد. مراسم سالگرد بمباران درزدن نیز نه با این برنامه که به بیگناهی آلمان توجه شود، بلکه یادآور جنایات رژیم ناسیونالیستی و فاشیستی رژیم هیتلر باشد. اشتاین مایر رئیس جمهوری آلمان در این مراسم از جمله یادآور کشتار جمعی یهودیان در آشویتز شد. او گفت تنها نتیجه‌ای که باید گرفت این است که باید از دموکراسی و آزادی دفاع کرد. رئیس جمهوری آلمان گفت ویران کردن درزدن و کشته شدن 25,000 نفر که تقریبا تمام اهالی آن زمان این شهر بودند نشان می‌دهد که باید با تنفر، برتری نژادی، اهانت به دیگران و پیش‌داوری‌ها مبارزه کرد. رئیس جمهوری آلمان با توجه به پدیده تازه راستگرایی در آلمان و به ویژه در همین شهر تأکید کرد که آنچه بر سر آلمان آمده حاوی این پند روزگار است که باید برتری خواهی و نژادگرایی را رها کرد و در همه حال از آزادی دفاع کرد. مرتضی رئیسی از بن آلمان گزارش می‌داد. پادکست چشمانداز بامدادی بی بی سی، یه نوع دماسنج خبری برام. هر روز صبح من خبرها رو میشنوم، تو راه سرگرم میشم. میشه دانلودش کرد که تو مترو گوش داد. خیلی خوبه برای اینکه هر لحظه آدم دلش میخواد بتونه برنامه رو گوش کنه. میرین تو نرم افزار پادکست تلفنتون دنبال چشمانداز بامدادی میگردین. اطلاعات بیشتر در صفحه رادیوی بی بی سی پرشن دات کام. خب چند تا از پیام هایی که به دستمون رسیده براتون بخونم. مرتضی نوشته که میگن آهن آهن رو میبره، اصولگرایان موفق نشدن یه لیست واحد بدن، نشان دهنده اختلاف بین اصولگرایان هستش که نتونستن زیر چتر واحد رهبری قرار بگیرن. هرچند این اختلافات بیشتر و بیشتر بشه، برای مردم ایران مفیدتر خواهد بود. پیام مرتضی بود در تلگرام. الماس نوشته به هموطنانم این رو متذکر میشم که شرکت در انتخابات مشارکت در انتخاب کسانی است که اولویتشان ما نیستیم، بلکه اولویتشان منویات رهبر، خواسته های کلان نیروهای مسلح و سیاست های گسترش طلبانه خارجی در منطقه است. الماس اضافه کرده که بنابراین اجازه دهید خود آقایان گزینه خودشون رو سر کار بیاورند. و مهرداد هم در تلگرام نوشته که به نظرم در چارچوب یک ساختار ولایت فقیه حداکثری و انبساطی میشد یک انتخابات پارلمانی رو متصور شد که در آن چهار گرایش عمده سیاسی ایران، یعنی مشروطه خواهان، مجاهدین، اصلاح طلبان و اصولگرایان به رقابت شفاف و مسالمت آمیز بپردازن. این هم پیام مهرداد بود در تلگرام. ممنون از پیام هاتون. حالا شاید باز هم اگر فرصت شد پیام های دیگری رو خوندم. اما در این بخش از برنامه اجازه بدید که چند خبر کوتاه از ایران بشنویم.
دادستانی قم میگوید با مروجان نمادهای به گفته این دادستانی ضد فرهنگی از جمله ولنتاین برخورد میشود. دادستانی قم گفته با توجه به مطالبه خانواده‌های دغدغه‌مند قومی چون این تصمیم میگرفته. حکومت ایران با روز ولنتاین که در دنیا با عنوان روز عشاق شناخته میشود با عنوان تهاجم فرهنگی و یک پدیده غربی برخورد میکند و هر سال محدودیت‌های متفاوتی بر عرضه محصولات مرتبط با این روز در بازار ایجاد میکند. و خبرگزاری ایرنا میگوید یک مسابقه دوچرخه سواری زنان استان قم که قرار بود در محیطی کاملا زنانه برگزار شود به دلیل برخی فشارها لغو شده است. گفته شده دلیل لغو این مسابقه مغایرت با شؤون اسلامی استان قم و احتمال بروز اقدام مشابه در خیابانهای این شهر همزمان با برگزاری مسابقه بوده. رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم گفته برای برگزاری این مسابقه از شورای تأمین استان مجوز گرفته شده بود و دادستان و فرماندار هم موافقت خود را با برگزاری این مسابقه اعلام کرده بودند. بعد از اخبار کوتاه ایران یک بار دیگر همراه با مسعود بهنود نگاهی به مجلات چاپ ایران می‌اندازیم. بخش دوم بررسی مجلات این هفته رو شروع کنیم با ترابران و بعد بریم به سراغ قهوه. ترابران ماهنامه اقتصاد ترابری است چنان که میدونید و این هفته هم هفته حمل و نقل بوده است. یه شماره پربارتری است. موضوعی که به عنوان موضوع محوریش انتخاب کرده موضوع بسیار مهمی است. فقط کافی است که اینقدرش رو من عرض بکنم از مقدمه‌ای که نوشته اند که آخرین دستاوردهای ایران از ظرفیت 34 میلیارد دلاری بازار جهانی برای پذیرش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران چیزی کمتر از 500 میلیون دلار هست، یعنی نزدیک صفر. مهندس محمد رضا انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی معتقد است که اگر بخوایم منصفانه به مسئله نگاه کنیم تیر خلاص رو بی ارادگی دولت‌ها در حمایت از صادرات می‌زنند. او حتی معتقده که اگه پشت شرکت‌ها به حمایت دولت گرم باشه میتونن علی‌رغم تحریم‌ها سالانه چیزی حدود 6 میلیارد دلار یعنی حدود 20% از ظرفیت بازار جهانی رو صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشن. و متوجه هستید که به موضوع خیلی مهمی است، به خصوص در شهری و در کشوری که مدام صحبت از صادرات غیر نفتی، رها شدن از دست نفت و صادرات مقاومتی و این حرفا میشه و معمولا چنین به نظر میاد که تحریم ها کاری کرده است که همه این بخش های مختلف فلج شدن، ولی اینجا متخصصین امر با هم جمع شدن و در یک گزارش کاملا تخصصی و علمی دارن میگن که چگونه است که صادرات خدمات که اصطلاحاً بهش صادرات نامرئی هم گفته میشه این صادرات بازار داره ولی آنچه که پاشو بسته نه تحریم ها بلکه ناکارآمدی سیستم دولتی کشور هست. در بخش های دیگه میرسه موضوع ترانزیت، یعنی بخش های دیگه ای که میتونه درآمدزا برای کشور باشه و اونجا حتی دیگه به شعر و شاعری هم متوسل میشه مجله. اما بهاره بوذری که گفتگوی کرده پای صحبت یکی از قدیمی ترین شرکت های حمل و نقل خانوادگی در ایران نشسته. دو رقیب نام خانوادگی است که به گوش همه کسانی که در سالهای مثلا فرض کنید در طول 90 سال گذشته در صحنه تجاری ایران حضور داشتن آشناست. از جمله تو این گفتگوها یکی از دوتا برادر موجود از خانواده دورقی مدیران شرکت میگن که پدر بزرگ من در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی از شوشتر به خرمشهر مهاجرت کرد، در اونجا دفتر تجاری رو تأسیس کرد که فعالیتش در بخش واردات ادویه و برنج و قند با کشتی کوچک باری بود، اما به تدریج بزرگ شد و حق العمل کار شد و کشتیران. اون جای چیز جالب دیگه هم گفته میشه، من سندی دارم که از طرف کشتیرانی به عنوان رسید کالا برای پدر بزرگم نوشته شده، تاریخش 1927 هست، به زبان دیگه 7 سال دیگه میشه 100 سال. وقتی که اشغال خرمشهر توسط عراق تو جنگ اخیر ایران عراق پیش اومد ظاهرا بیشتر اسنادی که وجود داشته افسوس که از بین رفته، این از معدود سندایی است که باقی مونده و قاب کردند و حقم همین است. وقتی که پای صحبت یکی از قدیمی ترین خانواده ها میرسیم که نسل سومشون هستن و هنوز در این حرفه هستن میتونیم بفهمیم که نشریه ترابران خوب انتخاب کرده است. اما قهوه
قهوه اون نشریه بزرگ دو برابر نشریات عادی است که با صفحات زیبا، کاغذ زیبا، عکس‌های بسیار زیبا از همین اول شروع میشه. حتی در آگهی‌های نسبتاً فراوانی که داره در اونجا هم خوش‌ذوقی‌های متعدد شکل میگیره تا بالاخره میرسه به با چشم شنیدن که اتفاقاً موضوعی است که به اینجا مربوط هست. در بخش کافه نادریش اینو گفته و بعد همین اول کار مدیر هنری مجله که مهدی کریم زاده هست تصاویری از کمال الدین طباطبایی منتشر کرده. من شخصا قبلا نقاشی‌هایش رو ندیده بودم و اختصاصی قهوه هست که نقاشی‌های او رو چاپ کرده و روی جلد هم همین نقاشی رو آورده و پیداست که یک سبک و سیاق فوق‌العاده است و خیلی اوریژینال هست و میشه فهمید که انتخاب بسیار خوبی از جانب یک هنرمند درباره هنرمند دیگه گرفته شده و بعد رفته است به یک بخش دیگه‌ای که در اون بخش مد هست، مد لباس و وضعیتی که الان در کشور هست و آگهی‌هایی که میشه و شبیه به این. و این بخش بخش نشریه قهوه که فقط به مسئله قهوه نمیپردازه بلکه در مجموع یک مجله شیک که بزرگ قامت تر و تمیز فرنگی مآب به دست ما داده است و شماره 38 میشه. با هم نگاهی گذرا کردیم به ترابران و قهوه. مسعود بهنود مجلات چاپ ایران را ورق میزد. نوبت میرسه به اخبار ورزشی که امروز علی آخوندان اون رو تهیه کرده. خبرهای ورزشی رو با داستان دنباله‌دار انتخابات فدراسیون فوتبال ایران و کشاکش‌های اون شروع می‌کنیم. با اینکه بعد از مدت‌ها بالاخره سرمربی تیم ملی ایران مشخص شد و اسکوچیش جایگزین ویلموت شد، اما به نظر می‌رسه که داستان فدراسیون هنوز ادامه داره. یکی از خبرگزاری‌های ایران دیروز گفت که یک عضو بازنشسته هیئت رئیسه تعدادی اعضای مجمع رو تهدید کرده که اگر دستگاه قضایی در مورد صلاحیت حیدر بهاروند نایب رئیس یا سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال به مشکل بخور تایید نکنه، از برگزاری انتخابات که قرار 25 اسفند برگزار شه جلوگیری میکنه. به نظر میسه که دوباره داستان آقای تاج و مسئله بازنشستگی باید تکرار شه. از طرف دیگه یکی دیگه از خبرگزاری ایران هم به نقل از مدیر عامل باشگاه فولاد گفت که اساسنامه فدراسیون فوتبال ایرادهای وحشتناکی داره و به گفته ایشون مدیر عامل باشگاه فولاد باز هم نخبه کشی و باز هم عدم شایسته سالاری انجام میشه. گفت که قول شرف میدم که کاندیدای یک بار هم اساسنامه را از رو نخونن، چه برسه که در اون در واقع دقت کرده باشن. به نظر میرسه که فعلا کماکان این داستانه ادامه داره تا مشخص بشه در 25 اسفند برگزار میشه انتخابات یا نه. و یک بازی رفت در جام حذفی فوتبال ایتالیا برگزار شد. از این بازی برامون بگو. دیروز دیدار رفت نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا بین یوونتوس و میلان برگزار شد، اما شاید چیزی که بشه گفت فراتر از این بازی بود یا به نوعی بازی رو جذاب‌تر کرد تقابل کریستیانو رونالدو و زلاتان ابراهیموویچ بود. میلان با گل دقیقه 61 ربیچ از حریف جلو افتاد. به نظر می‌رسید که بازی رو در واقع در کنترل خودش داره و یوونتوس سوم شکست پیوپی خارج از خونه خودش رو تحمل می‌کنه، اما کارت زرد دوم و اخراج تئو هرناندز در دقیقه 70 کار میلان رو سخت تر کرد و رونالدو در دقیقه 91 بازی از روی نقطه پنالتی گل مساوی تیمش رو به ثمر رسوند. رونالدوی که هفته پیش 35 ساله شد در 35مین بازی اخیرش برای تیم ملی و باشگاهش 35مین گل خودش رو زد تا در واقع عدد 35 براش برجسته تر بشه. همچنین رونالدو در 8 بازی که در سال 2020 انجام داده در تمام اونا گل زده. دیدار برگشت هم 4 مارس در تورین برگزار میشه. در دیگر در واقع نیمه نهایی جام حذفی که برگزار شد قبل از این مسابقه، ناپولی موفق شد که 1-0 دیگر تیم شهر میلان یعنی اینتر رو شکست بده. باشگاه چلسی بعد از لغو محرومیت نقل و انتقالاتی این باشگاه اولین خرید خودش رو انجام داد. از این خرید برامون بگو و اینکه چرا این بازیکن قراره تابستون آینده به لندن بیاد. حکیم زیاش بازیکن 26 ساله مراکشی باشگاه آژاک هست که لمپارد از ژانویه دنبالش بود، اما باشگاه آژاک گفت که کماکان به این دلیل که در رقابت لیگ فوتبال هلند در کورس قهرمانی است این بازیکن رو نمیده و زودترین در واقع تاریخی که تونه این بازیکن مراکشی 26 ساله به لندن بیاد تابستون است. با 40 میلیون یورو این انتقال قطعی شد که تا 44 میلیون هم میگن میتونه بالا بره. خب زیاش یه بازیکنی هستش که در بین فوتبالیست‌ها بازیکن‌های خیابونی معروف، خیلی فنی هست، خیلی
توانایی داره برای اینکه بدونیم چقدر خوبه. کافی بدونیم که از 2008 در لیگ قهرمانان بیشتر از لیونل مسی پاس گل داده و از سال 2012 که به آژاکس اومده در 166 گل این تیم نقش مستقیم داشته، 79 گل زده و 87 پاس گل داشته. در اینجا به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز رسیدیم. پخش تصویری ما روی فیسبوک در اینجا به پایان میرسه و با کسایی که ما روی فیسبوک دنبال میکردن خداحافظی میکنم. اما برنامه رادیویی ما همچنان یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. تا ثانیه‌های دیگر با بولتنی از خبرهای جهان با ما باشید.